نامه مرحوم امام کداست خوندم، تاریخ هم نداشت ظاهرم نامه. من خیلی ناراحت شدم و اینجا آسد هادی داماد امام اونجا بود، گفت خب حالا امام چیزی نوشتن، شما رو حرف ایشون صلاح نیست چیزی بگید. من گفتم آخه چطور صلاح نیست؟ یه آدمی که 2 سال 3 سال زندان بهش دادن، حالا هست بالاخره قاضی تشخیص داده 2 سال یا 3 سال زندان بهش دادن، حالا اینو ما فوری بیاییم بگم تو سر موضعی میگه بیاییم بدن تقریه دانش کن. آخه این مسابقه هیچ میزانی جور نیست. بالاخره آسد هادی داماد ما اصرار داشت که شما چیزی نمیخواد بگید رو حرف ما، این که بعد نسبت دادم که ایشون سبب شده این دروغه. ایشون رفتن خونه شون رو ظهر شد، من نماز ظهر اصلم خوندم، یه نهار مختصر رو هر چه فکر کردم دیدم خلاصه این انقلاب رو ما هم در سهیم بودیم و حالا به اسم انقلاب یه کارهای خلافی بشه بالاخره گناه کردن ما هم. من بالاخره نامه نوشتم به مرحوم امام و یه رو نوشتم به شورای عالی قضایی و به آسد هادی داماد اون تلفن کردم که من نامه نوشتم دادم بردن تلفن. گفت بنا نبود چیزی برسه. گفتم نه من وظیفه ام. بالاخره همون نامه که در خاطرات هست دیدید من اعتراض کردم و بعدش باز یه تا خلاصه یه روزم این همین مصطفی پور محمدی اون روز قسمت یادم چی بود، بالاخره داستان و آقای پور محمدی و میگه میاد قاضی اولین اون حسنتی نگیری و اینا رو من احضا کردم. گفتم حالا الان محرمه، تا حالا برپس اعلام کرده یه احترام محرم رو حفظ کنید اقلا نکش. بعد یکی رو آقایون گفت ما 700 نفر الان مهیا کردیم برای اعدام، اجازه بدید یه 700 نفر رو اعدام کنیم بعد و حرف شما کنیم. یعنی چه بدارم یه محرمه نکنید آخه، کشتن که واجب نیست آخه، چه حد بیدیم و مخصوصا اینایی که حالا مخالف ما باشه. اینا پسر من هم کشتم، اما من داره این سبب نمیشه که ما بیاییم تجاوز بکنیم به حقوق دیگران. خلاصه من رو اندازه که ادمت اقدام کردم و حدود 2800 یا 3800 یادم از اعدام کردم که بعدم گفتن که شما چرا مثلا رو حرف ما گفتن تو قائم مقام که هستی باید حرف ایشون رو تصریح کنیم. من گفتم قائم مقام معناش این نیست یعنی بزرگ اخفش باشه که هر کار کردن، نه بالاخره من خودم عقلی دارم، هوشی دارم، فکری دارم، باید نظرم بدم و این اسمش درگیری نیست، این انسان نظری که داره باید بگه. چطور شد آیت الله خمینی همچین دستور رو صادر کردن؟ نه من نظرم یاد که تو ذهنشون کردم، نه اینکه مجاهدین خلق میخواستن بیان ایران عملیات مرساد و موفق نشدن، تو ذهنشون کردم که اینا همونا، یعنی همونان که میخواستن بیان رو کشور رو بگیرند و اینا، در صورت که اینا غیر از اونا، اونا رو خب گرفتن یه عدهشون رو مجازات کردن، یه عده فرار کردن، اینه ای که تو زندان بودن که اینا در رو عملیات مرساد شرکت نداشتن، ولی همطور بالاخره میدونم تو ذهنشون کردن، حالا علایانه گذشت. ولی قرار بود که انقلاب اسلامی پیام رحمانی و رأفت داشته باشه، چطور شد که به اینجا رسید؟ نمیدونم. یه روزی آقای بعد از این جریانی که راجع به مجاهدین گرفته بودن، منافقین به قول اینا، بعدش اومده بودن راجع به کمونیستام یه نوشته زمان گرفته بودن که من اونو ندیدم. اینو آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور بود اون روز آمد خونه ما، گفت که یه نامه از امام گرفتن که این کمونیستایی که تو زندانن اعدام کن. چه سالی بود؟ بعد از اون جریان، طبعاً همون تا 2-3 ماه بعدش، تو همون سال 67 بود، ظاهراً اون 3-4 ماه بعد از اون نامه.
ایشون اومد اینجا گفت یه نانه گرفتن اینجوری، آیی خیلی چیزی بدیه. من گفتم چطور اون روز که نامه از امام گرفتم که این مجاهدین خلق که حالا به حسب ظاهر میگن ما مذهبیم اعدام کنن، شما هیچی نگفتید؟ حالا گفت امام نامه دیگه نوشته، رئیس جمهور وقت اون نامه امام خبر نداشت، اینطور که میگفت. و من اعتراض کرده بودم اینم. گفت عجب، گفتم بابا جلوتر ایشون سه سال پیش نامه ایشون گرفتن تو زندان ها و چقدر افراد رو اعدام کردن، شما چطور اونا که مذهبی بودن حرفی نزدی؟ حالا راجع به کمونیست ها ناراحت شده. که ایشون گفت اصلا من نیم دونست که جلوتر امام نامه نشدم، ایشون که من گفت من تو خاطر نمیدم نمیشه. واکنش آیت الله خامنه ای به اعتراض شما چی بود؟ بله؟ واکنش آیت خامنه ای خب مدد اعتراض داشت. آیت الله خمینی؟ آیت الله خمینی هیچی نمیدون. بالاخره تو خاطرات هست سه بار رد من اقدام کردم دیگه. حالا بعدش لابد یه عده ای میگفتن رو حرف امام حرف زدن، چون که شدیدم آخره آقای مهدوی گفته قائم مقام که بوده فلانی چرا مثلا رد بگیرون. گفتم معنی قائم مقامی نیست که انسان بوده اخبر بگیر خبه کن بگیره این که نگه. حالا خودش دیگه از نظر شرعی و فقهی اعدام به این صورت و بعد دست جمعی دفن کردن و حتی جای قبر رو هم نگفتن و حتی برنامه درست نیست. حالا شاید آقایون گرم نمیدونم ندارم مختلف بلخواه ما نظرمون رو گفت.